با سلام و صد درود خدمت شما بزرگواران، ما اومدیم گفتیم اگر یک شفت داشته باشیم و دو تا سنسور ادی کارنت با زاویه 90 درجه نسبت به همدیگه قرار بدیم و یک سنسور کی فیزور هم برای تشخیص دور بذاریم، میتونیم لرزش ها رو تشخیص بدیم که تو چه زاویه اتفاق افتادن. بر فرض مثال ما 3 تا لرزش داریم، اولی مثلا 120 میکرومتر با زاویه 30 درجه، دومی مثلا 40 میکرومتر با زاویه 140 درجه و سومی مثلا 56 میکرومتر با زاویه 260 درجه هستش. خب ما اینا رو به روش‌های مختلفی میتونیم نشون بدیم. مثلا بیایم دو تا نمودار بکشیم، تو یکی اندازه ها رو نشون بدیم، اندازه لرزش، و تو یکی دیگه زاویه رو نشون بدیم، زاویه لرزش. بر اساس چی؟ فرکانس یا هرتز، فرکانس یا هرتز. فرض کنیم 3 تا فرکانس هم داریم، 50، 100 و 150 هرتز. همین رو هم بیایم تو پایین ادامه بدیم. همین لرزش ها رو بیایم اینجا نشون بدیم. مثلا اولی 120 میکرومتر، اینجا اگر 120 باشه باز فرکانس 50، دومی 40 میکرومتر، اینجا بر فرض مثال 40 با فرکانس 100، و سومی هم 56 تا با فرکانس 150. همین رو هم بیاییم زاویهش رو پایین نشون بدیم. اولی زاویهش 30 درجه هستش، 30 درجه با فرکانس 50، یه نقطه. دومی زاویهش 140 هستش، بر فرض مثال اینجا 140 با فرکانس 100، و سومی هم 260 درجه. اینجا هم 260 درجه بگیریم، 260 درجه. اینجا هم 150 هرتز در نظر بگیریم. خب اینا رو بیاییم به هم دیگه وصل بکنیم. این شد امپلیتود یا دامنه و این هم شد فیز یا زاویه. این نمودار آیا براتون آشنا نیست؟ این نمودار همون نمودار بود هستش که توی کنترل خطی خوندیم. اون موقع خیلی در موردش خوندیم ولی واقعا کاربردش رو نمیدونستیم که کجا کاربرد داره. اینجا به صورت عملی نشون دادن که چطور انواع اقسام لرزش های مختلف رو توی یک ماشین بر اساس نمودار بود میتونیم نشون بدیم. موفق و معید باشید.